چرا بعضی از بچه ها خونه ها رو شیروونی میکشن در حالی که تو آپارتمان زندگی میکنن؟ سلام، مونا گلابی هستم. امروز میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم که چرا بعضی از بچه ها وقتی بهشون میگیم خونه هاتون رو بکشین، خونه های با سقف شیروونی میکشن در حالی که تو آپارتمان زندگی میکنن. نسل قبلی که پدر مادرهای امروزی هستن، وقتی به مدرسه میرفتن در کلاس نقاشی، متاسفانه روش آموزشی معلم‌ها به این صورت بود که معلم یه نقاشی رو تخته میکشید و به همه میگفت که از روی اون نقاشی بکشن، که بیشتر وقتها همون خونه های شیروانی و درخت و کوه و خورشید بود، که هنوز با گذشت سالها وقتی به از بعضی از والدین میخوایم که برامون نقاشی بکشن، همون خونه های شیروانی رو میکشن. موضوع مهمی که میخوایم در موردش صحبت کنیم اینه که بعضی از بچه ها وقتی برای ثبت نام به آموزشگاه مراجعه میکنن و ازشون تست میگیریم و میگیم که یه نقاشی که بلدید رو برای ما بکش، متاسفانه این خونه های شیروانی در نقاشی بعضی از اونها هم دیده میشه، که این نشون دهنده اینه که این آموزش اشتباه از طریق والدین به کودکان در حال انتقاله. حالا اگر ما از شما والدین بخوایم که برامون از ذهن خودتون نقاشی بکشین، بعضی از شما دوباره همون نقاشی دوران کودکی خودتون رو که معلم بر روی تخته براتون میکشید رو دوباره نقاشی میکنید، که این نشون دهنده اینه که خلاقیت شما در کودکی پرورش داده نشده، چون وقتی معلم نقاشی روی تخته یا دفتر میکشه، اون خلاقیت معلمه نه خلاقیت کودک. والدین عزیز، با انتقال این آموزش اشتباه به فرزندانتون باعث از بین رفتن خلاقیت اونها میشید. در آینده در مورد تأثیر خلاقیت در زندگی کودکان صحبت خواهم کرد. با تشکر. برای دیدن نمونه کارهای بیشتر، ما را در پیج اینستاگرام مونا گلابی آرت و یا وبسایت monagolabiart.ir دنبال فرمایید. گروه تبلیغاتی آموزشگاه نقاشی مونا گلابی.